سرخط خبرها. وزیر خارجه طالبان: تعریف از حقوق بشر وجود ندارد، اما دولت‌ها زیر نام آن تحریم می‌شوند. طالبان 4 تن را در پنجشیر بازداشت کردند. نظامیان پیشین به سازمان ملل: نماینده واقعی ما در نشست دوحه دعوت شود. یک مرد در نتیجه درگیری میان دو خانواده در غزنی به قتل رسید. پایان انتخابات پاکستان: مقامات این کشور روند برگزاری را موفقیت آمیز خواندند. و واکنش رسانه طالبان: ایران به حزب الله دستور بدهد یا خودش با اسرائیل بجنگد. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. طالبان 4 تن را در پنجشیر بازداشت کردند. منابع محلی در پنجشیر گفتند که طالبان 4 تن را در این ولایت بازداشت کردند. منابع روز جمعه 20 دل و به روزنامه 8 صبح تایید میکنند که این افراد در 1 هفته گذشته از مرکز ولسوالی های رخه و عنابه بازداشت شدند. 2 تن از افراد بازداشت شده سناولا و سید نصار نام دارند، اما هویت 2 تن دیگرشان تا اکنون معلوم نیست. هرچند تا اکنون دلیل بازداشت این افراد به گونه دقیق معلوم نیست، اما منابع ادعا میکنند که آنان به اتهام همکاری با جبهه آزادی افغانستان بازداشت شدند. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که طالبان اخیراً بازداشت نظامیان حکومت پیشین و غیر نظامیان را در پنجشیر افزایش دادند. نظامیان پیشین به سازمان ملل: نماینده واقعی ما در نشست دوحه دعوت شود. شمار از نظامیان حکومت پیشین کشور مقیم در پاکستان میگویند که باید نماینده واقعیشان در نشست دوحه دعوت شود تا درد و پلان آینده آنان را به سازمان ملل و جهان برسانند. این نظامیان روز پنجشنبه 19 دل و با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل گفتند که نشست دوحه در حال برگزار می شود، که نقض حقوق بشر، نبود قانون و خودسری ها به اوج رسیده است. در نامه آمده است: امیدواریم درد دل و خواسته های یک قشر بزرگ نظامیان پیشین شنیده و در تصمیم که درباره کشور اتخاذ می شود، نماینده واقعی نظامیان حضور داشته باشد. به گفته آنان، پس از سقوط حکومت پیشین، روزانه صدها نظامی بازداشت و شکنجه شده و به قتل رسیدند. این نظامیان تصریح کردند که شمار از همکاران پیشینشان نیز مجبور به ترک کشور شدند و اکنون در حالت فقر و بیچارگی به سر میبرند. گفتنی است که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، این گروه همواره دست به بازداشت، شکنجه و در بسا موارد قتل نظامیان پیشین زده است. وزیر خارجه طالبان: تعریف از حقوق بشر وجود ندارد، اما دولت‌ها زیر نام آن تحریم می‌شوند. وزیر خارجه طالبان می‌گوید تا اکنون تروریسم و حقوق بشر تعریف نشده، اما حکومت‌های چون طالبان به خاطر آن تحریم شده‌اند. متقی انتقاد کشورهای غربی از بازداشت و شکنجه فعالان حقوق بشر توسط طالبان را رد کرد و غرب را به برخورد دوگانه با حقوق بشر متهم کرد. امیرخان متقی این سخنان را روز پنجشنبه در مراسم فراغت 128 نفر از یک دوره 3 ماهه از اینستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه این گروه بیان کرد. متقی به کشتار هزاران فلسطینی اشاره کرد و گفت که درباره اقدامات اسرائیل چیزی گفته نمی شود. امیرخان متقی تاکید کرد هنوز تعریف از حقوق بشر وجود ندارد، اما تحریم هایی به نام آن به برخی ملت ها و دولت ها اعمال می شود. رهبران ارشد طالبان به دلیل تحریم های سازمان ملل اجازه سفر ندارند و این گروه به دلیل اقدامات تروریستی تحت تحریم های شدید بین المللی قرار دارد. حکومت طالبان به دلیل رعایت نکردن حقوق بشر و داشتن رابطه با گروه های تروریستی به رسمیت شناختن نشده و منزوی است. وزیر خارجه طالبان همچنان فعالان مدنی افغان را به همکاری با کشورهای غربی متهم کرد و در توجیه بازداشت آنان گفت که 5 نفر در افغانستان که با غرب در ارتباط هستند و برای آنها کار میکنند زندانی شدند و گویا حقوقشان پایمال شده است. اما اگر زندانهای دنیا پر از مظلوم باشد، خلاف حقوق بشر نیست. طالبان در جریان پیش از 2 سال گذشته مکاتب دخترانه را بسته و دختران را از رفتن به دانشگاه ها محروم کرده و صدها فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان را نیز بازداشت و شکنجه کرده است. کارشناسان و نهادهای حقوق بشری میگویند طالبان به دلیل سیاست واپسگیرانه و حذف زنان از جامعه آپارتاید جنسیتی را برقرار کرده است.
یک مرد در نتیجه درگیری میان دو خانواده در غزنی به قتل رسید. منابع محلی در غزنی گفتند که یک مرد پس از مشاجره لفظی و درگیری میان دو خانواده در ولسوالی اندرین ولایت به قتل رسیده است. منابع میگویند که چاشت روز پنجشنبه 19 دلوه، یک مرد جوان به نام محمد ایوب در روستای شاتور ولسوالی اندر با ضرب گلوله به قتل رسیده است. به گفته منابع، این رویداد پس از مشاجره لفظی بر سر ملکیت زمین رخ داده است. در همین حال، فرماندهی امنی طالبان در غزنی با نشر خبرنامه‌ای گفته که فرد متهم به قتل از سوی نیروهای این گروه بازداشت شده است و تحت بازجویی قرار دارد. گفتنی است که خشونت‌های خانوادگی پیش از این نیز در چندین ولایت کشور از شهروندان قربانی گرفته است. پایان انتخابات پاکستان. مقامات این کشور روند برگزاری را موفقیت‌آمیز خواندند. در حالی که زمان رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی و ایالتی پاکستان پایان یافته است، مقامات پاکستانی برگزاری انتخابات را موفقیت‌آمیز خواندند. انتخابات پارلمانی و ایالتی پاکستان ساعت 8 صبح امروز 19 دلوه آغاز و ساعت 5 عصر پایان یافت. انوارالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان برگزاری انتخابات این کشور را موفقیت‌آمیز خوانده و آن را به مردم کشور تبریک گفته است. مقام‌های پاکستانی گفتند کسانی که در صف رای‌دهی بودند می توانند پس از ساعت 5 رای دهند. این رسانه نگاشته است که نتایج اولیه انتخابات را دریافت می‌کنند، اما مطابق قانون اجازه نشر ندارد. انوارالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان برگزاری انتخابات این کشور را موفقیت‌آمیز خوانده و آن را به مردم کشور تبریک گفته است. کاکر در اعلامیه در اکس مشارکت رای دهندگان را بالا دانسته و گفته است که این نشانه روشنی از تعهد عمومی برای شکل دادن به آینده کشور ما است. واکنش رسانه طالبان. ایران باز بلا دستور بدهد یا خودش با اسرائیل بجنگد. المصرات. رسانه طالبان به اظهارات نماینده ویژه ایران در کابل درباره اعزام مهاجمان انتحاری از افغانستان به نوار غزه پاسخ داد. این رسانه پرسیده ایران چرا به حزب الله دستور جنگ نمی دهد و یا خودش به جای کشتن سنی ها در سوریه با اسرائیل نمی جنگد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان اخیرا در مصاحبه با یک شبکه دولتی در ایران گفته است که اگر ضرورت باشد پیش از یک لشکر نیروهای استشاری از افغانستان به حمایت از مردم فلسطین در غزه خواهند رفت. نماینده ایران طالبان را به بخش از محور مقاومت در منطقه دانسته است. محور مقاومت اصطلاحی است که جمهوری اسلامی برای توصیف نیروهای نیابتی خود در خاورمیانه استفاده می کند. این نیروها بر پایگاه های امریکایی و خاک اسرائیل حملات راکتی انجام می دهند. یک رسانه متعلق به استخبارات طالبان برام المصرات روز پنجشنبه 19 دلوه در پاسخ به این اظهارات کاظمی قمی نوشت هم ایران و هم اسرائیل در صدد نابودی عرب سنی آنجا در نوار غزه هستند. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.